تمام حسنات و فضائل و زیبایی ها در صحنه کربلا به دست نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام و یارانشون رونمایی شد و حقیقتا اگر کسی بخواد قلبه جنود عقل بر جهل و تاریکی و کفر و الهاد و نفاق رو ببینه روز آشورا نمایان میکنه این حقیقت رو رو قاعده کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام همه زیبایی ها و همه خوبی ها اینجاست کسی نمیتواند بالاتر برتر و مهمتر از واقعی آشورا روز دیگری رو نمایان بکنه روزی که حفظ همه ارزش ها محقق شد شهادت امام حسین علیه السلام یعنی نگهبانی از همه خوبی ها حق تعالی فرمود و جعلت و حسین علیه السلام خازن وحی و اکرمته به شهاده اراده حق تعلق حق به شهادت امام حسین مبنا داشت و این مبنا رو خود حق رو نمایی کرده اگر حسین من نبود کلمت الحق و وحی و زحمت انبیا حفظ نمی شد گنجبان تلاش همه انبیا وجود نازنین سید الکونینن از هر منظری نگاه بکنیم ما تمامی فضائل رو میتونیم به نظاره بنشینیم هر چی صفته عالیه اخلاقی اون هم در بعد میدانی و عملی هست شما میتونید برشمرید تطبیق بدید تصریح کنید شکم درش نیست که آقا همه خوبی ها همه فضائل در این نمایشگاه بی تجلی پیدا کرد بعد حد اعلا از بچه ده یازده ساله که اومده تو میدان با صلابت آمده و عزت آمده تا پیرمرد مرد و ست ساله ای که پشتش خمیده بود اما اومد پای کار امام حسین با صلابت ایستاد اینا کسانی یعنی که خوف الهی رو در وجود دارن از عمل خالق و فی انفسهم و سقره ما دونه و فی اعیونه کل جمعیت سوارو پیاده امام حسین مجموعا هشتاد نفر آقا میمنو و میسره رو به جناب زهیر و حبیب سپرد خودش هم تو قلب سپاه چقدرن مگه اون طرف هم تعداد دسته ها و رسته ها رو نمیشد شمرد نه نفرات رو تعداد دسته ها جنگ کاملا نابرابر تفاوتش فقط اینجا اینه که یه دلشورهی وجود داره زن و بچه امام حسین هستن بین همه این گرگ صفت ها و دشخیمان و بمیرم برای اون آقایی که با دلشوره همین مسئله از این دنیا رفت امام حسین بیقرار همین معنا بود خیلی ها تصور میکنن امروز دستور حمله به خیام به صورت سوری داده شد امام حسین علیه السلام عیان کردن غیرتشون رو مورد توبیخ قرار دادن تا وقتی روح در جسم من هست سمت ما نیاید بمیرم برادر آقام ولی جالبه که بدونید همین دیشب که قمر بنی هاشم رفتن دو فرصت گرفتن خود عمر سعد حرکت کرد و آمد اصلا اومدن به هدف جدی و واقعی حجمه به سمت طاهرات به سمت خیمه بانوان و غیرت امام حسین نمایان درس غیرت درس شجاعت درس اخلاص درس امتحان و ابتلا امر ابن جناده انصاری 11 سالشه پدر شهید شد را افتاد به سمت میدون جست رزمم گرفته بود اما حسین از دور دیدن گفتن این بچه نوک شمشیرش رو زمین داره میاد کی گفته برای چی اجازه دادید پدرش تازه شهید شده رفتن مانش بشن گفتن نباید بیای آقا گفتن لازم نیست شما میدان بریم من یه جمله به آقام بگم آقا نگرانیتون برای مادرم حضرت فرمودن بله تو مادرت اینجا ایستاده برای چی میخوای بری میدون است کی اجازه گرفت گو آقا جان ان امی به مادرم امر کرده به من گفته اگر میخوای شیرم حلالت باشه به پیوست پدر باید بری فدوی امام حسین بشی ما در موقعی ازت راضیم که تو خون قلطان ببینم امام حسین مثل شماها گریه کرد یکی از جایی که آقا بلند گریه کرد همین بود که بچه ده ساله همت رو ببینید و همت رو ببینید هر چی میخوایم ببینیم اینجاست اخلاص و همت قدر رجل علا قدر همته قیمت اینا برای اینکه همتشون عالی است دیگه معروف شنیدیدی بچه خب جلو این همه سپاه میخواست رجز به خونه چه رجز قشنگی کاش من اینو یاد بگیرم خیلی این رجز زیباست بالاترین پیام رو داره یعنی اگر تو بساط ارباب خودتو کوچیک دیدی قصه نخور آقاد خیلی بزرگه اومد تو این جمع گفت امیری حسین و نعم الامیر سرور و فعاد بشیر نزی من اومدم جلو شما اما آقام خیلی آقاست قلوب و همت برنامه ریزی هر صفتی ارزم کنم شما هیچ صفت اخلاقی رو پیدا نمی کنید از محسنات و فضائل که اینجا رونمایی نشده باشه سر سوزنی وادادگی نگرانی ترس خوف اونا دست در دامن ولی خدا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نگرانی نمی‌بینید دشمن داره میگه میگه هر لحظه هر کدوم به شهادت نزدیکتر میشدن صورتشون پرفروختر زیباتر دشمن میگه من هیچ چهره ای سلام علیکم و رحمت الله کی چهره ای رو مثل چهره سید و شهدان علیه السلام در لحظات ورود در مسلخ و گودی قتلگاه ندیدم انقدر این صورت زیبا و پرفروغ استحکام رعی اما روحشون شاد مرحوم آیت الله جا مشتبای تهرانی رحمت الله علی ایشون یه تعبیر ظریفی داشتن یک دههی به نظرم یک سالی پیرامون همین موضوع صحبت کردن ایشون فرموده بودن بین همه این فضائل حیا افاف غیرت هرچی که بشموریم ایشون میگه اگر ما تعین بدیم یک صفت رو برای سید و شهده گذاف نگفتیم و این اون پیشانی حرکت سید و شهده علیه السلامی که هر پیروی باید بر این منهاج خودش رو ببینه تا حسینی بشه شاید اون شیرازه و اون سرمایه اصلی که همه این صفات رو کنار خودش نگهداری کرده همین صفت ویژه است که ایشون باید تصریحا بگیم امام حسین علیه السلام کشته عزت است عزیز خداس ابی عبدالله کشته عزت در طول سیرشون از مدینه تا کربلا به جای خود تو خود کربلا تمام حرف سید و شهده علیه السلام اینه که آقا تو این دنیا شعن مؤمن اینه که باید عزیز زندگی بکن اصلا اول جرقه حرکت و آشورا فکر میکنید مبدعش از کجاست؟ این شعار و فریاد امام حسین که اگه ماتم و گاندی هندو هم بیاد پای کارش سربلند میشه و پرچمداری میکنه و یه ملتی رو نجات میده یه جمله بود تلیعه یعنی بارقه ای که باعث شد آشورا نظام فیزیکی شکل بگیره کجاست آقای ما رو توی دوراهی قرار دادن آقا فرمود این ندعیت ندعی قد رکز بین اثنین دو قطبی درست کردن من رو توی دوراهی قرار دادن دوراهی چی بود؟ بین بزله. و زله خودن آقا یا به همراه این نامه ای که میرسه دست والی مدینه سر شما ملحق میشه و میره شام یا یعنی اینکه شما دست از آرمانهات میکشی بیعت با یزید کشته شدن بیعت با یزید کدوم آقا فرمودن تو این دو راهی قرار دادید این فریاد عالمگیر امام حسینه و این فرهنگ اصلی آشوراست آقا چی فرمودن فرمودن هیات من نزل اصلا بهش فکر نکنید تصور نکنید به تعبیر شهید متحری اینجا بود آقا نیت کرد کشته شدن سید و و رسیدن و عالم شهادت و شهود این شهادت بیشتر و بالاتر از حضور فیزیکی خود سید و در عالم کار کرد اصلا کارستان امام حسین این شد با این نحوه شهادت مظلومانه آقای ما منتشر کردند برای آزادی خواهان برای هر کسی که میخواد بر مدار حق در مقابل باطل به ایسته این دستور العمل این فیزنامه دقیق آشورا موجب شد که راه روشن بشه برای همه تکلیف معلومه ما هستیم و در زندگی انتخاب ها بعضی انتخاب ها واقعا همین جوریه سومی نداره بعضی میگن آقا تو ماجرا صفر و صدی نگاه نکنید غالبا این یه چیز افواهی شده آقا به این ماجرا صفر و صدی نگاه نکنید اتفاقا تو قصه آشورا کاملا مسئله صفر و صدی کاملا صفر و صدی من دیروز عرض کردم هر کسی تو انتخابش مردد شد لحظه این مردود شد با اینکه حتی شاید صاحب نفس زکیه هم بودن و تر ترماه یا آدمی نبود که نااهل باشه بنا نداشت پشت امام حسین علیه السلام خالی کنه تو یه لحظه تحلیل تو یه دوراهی گفت خب زن و بچم رسیدگی امام حسین به آقام دست ارادت گذاشت گفت آقا جون من به فوریت محضرتون میرسم من فقط برم یه رسیدگی بکنم به زن و بچم و میام آقا فرموده بود هر کی میخواد باشه باشه دیگه اصلا جلو خیلی ها سید و شهدا این قاعده معنا انتا و علینا رو گذاشت با ما یا علیه ما سومی نداره که تماشاچی نداشت قصه ای آشورا یا با ما یا علیه ما یا کدوم جا میخوردن اونایی که سری میگفتن معکه یا حسین آقا اصلا با تو این جز تو نیست اینا برندگان روز روزگار نه که جز امام حسین ندیدن آدم های خوب آدم سابقه دار فقط توی تردید جا موندن تر ماه رسید کاراشو کرد با سرعتم خدا رفت میگن به تعب خودشو رفت رسون اومد اما نعل اسبش زمانی خورد کف خاک کربلا که وقتی رسید سر آقا سید و شهدا بالای نی بود کار تموم شده بود موند دیر شد یک کسی دیگه تو صحنه کربلا هست تردید رو ببینید هم بگم توی این انتخاب چقدر میشه مسیر فهم قدر از بین سنگ رو فهمید این تا قیامت این چشمنداز هست هر سمه شخصیتی است هم رزم با امیر المؤمنین. یعنی در رکاب امیر با آقا تو صفین زخم خورده جانباز با آقا جون داشتن می اومدن یه مرتبه این ماجرا رو شنیدید واقعا جای تهیری هم نداره جناب یعقوب علی نبی ناوالی و علیه السلام از چند فرسخی وقتی بوی قمیس و لباس یوسف را چند فرسخی میشنوه آقای ما امیر آقایی است که استشمام میکنه از 20 سال بعد شاگرد اول مکتب رسول الله صاحب علم الکتاب مظهریت تام علم بلایا و منایا 20 سال بعد و امیر استشمام کرد از کجا؟ یه مشتی از خاک کربلا رو آقا برداشت بوید بوسید فرمود هاهنا مسار و الاشاق اینجا قتلگاه یه مشت و واله و عاشق دورو بریا نگاه کردن این طرف اون طرف کف بیابون اشاق اینجا بعد آقای شرحی دادن اینا کسانی هن که میستن پای کار دین خدا تو جبهه حق غیر از اینا همه تو باطلن از همین جا به غیر حساب وارد عرصه بهشت میشن تمامو شروع کردن آقا با سراحت گفتن این هرسمم شنید مرد میدان الان تو این لحظه دیگه ولی مردد بودن ببین چه جوری عقبشن اومد خونه به عیالش گفت ما تعجب میکنیم از علی مرتضی حرفای آقا میزد وسط یه بیابون که هیچ نمایه ای از حیات نیست آقای مش خاک برداشت بوید گفت اینجا جنگ حق و باطلی خواهد شد یه عده اینجا عاشق میان اینا معروفون اند اهل سما مجهولون اند اهل الارض اینا به غیر حساب همه رو گفت زنش تو خونه یه نگاهی بهش کرد گفت حیا نمیکنی تو علی رو نشناختی تو نفس به نفس با علی مرتضا بودی تردید داری راجب به کلام مولا این تردید اینجا بود این یه لحظه 20 سال بعد خودش رو پیدا کرد تو لشکر عمر سعدی یا زد بیرون حتی کند دقیقا اون صحنه اومد به ذهنش من با آقا بودم امیر المومنین اینو فرمود با لرزیدن اومد محضر محمسن که آقا من این چیزی رو اخبار محضرتون عرض بکنم آقا اینجوری شد اینجوری شد 20 سال پیش تو بازگشت از صفحه این آقا فرمود من حس می‌کنم حسین جان دقیقا منطبق بر شما است. شما تو اقلیت تقییب این لشکر شما حقی تا داشت یه حرفا رو با رونق و با حیجان تعریف میکرد آقای سوال کردم فرمودم بگو ببینم حالا اینا آره رو دیدی دیگه با چشم خودت دیدی از چشم خدا امیر المومنین. بگو ببینم معنا انت او علینا سریع تصمیم بگیر با مایی یا با ما نیستی تردید کرد گو آقا اگه اجازه بدید من تو هیچ کدوم از ها نباشم من نمیتونم حیثیتم رو فدا کنم امام موسیم فرمودن با اون عقبی که تو دیدی اتمام حجت برد شده پس برو انقدر دور شو که صدای حلم ناصر و حسین روز آشورها به گوشت نرسه برو نموند پای کار دین به سید و شهدا زندگی ما سراسر دوران بین همین انتخاب هاست اونم توی آن توی لحظه تو به زنگاه اگر ابن الوقت انسان نباشه در جا لب به گونه باشه جا میمونه وا میمونه تعارف هم نداره از اون ابتدا آشورا با این دو قطبی آغاز شد و آقا با این شعار کار رو تمام کردن حیات من نزله این تلیعش روز آشورا رجز امام حسین چیه؟ الموت خیرون من رو کوبه آری. آدم بمیره با ننگ زندگی نکنه تصریح کلام امام حسین موتن فی الزن خیرون من حیات فی ظل رفتن و جون دادن برای زاغه هیچ بنی بشری شیرین نیست همه بالاخره حب به ذات دارن حب به نفس دارن غیر از این میگه. امام حسین میگه شیرینی رو بفهم اگه قرار باشه یه زندگی توعمه با مزلت و ذلیلانه باشه نمیارزه <تصفح> اصلا نمیارزه باید رفت حیرت انگیز خدا و حق سید و شهدا کمکمون کنه میگفتن این روزهای اخیر هر سه ثانیه یه نفر مبتلا به این ویروس و هر دو سه دقیقه یه نفر پر میکشه از بین ما این که دنیاست دیگه رفتن که باید رفت اما خوش به حال اونایی که با عزت میرن خوش به حال اونایی که با برکت میرن روشنتر بگم حسین جان آقا امرو امضا ازت میخوایم خوش به حال اونایی که با شهادت میرن رو این جعبه مهمات ها می ولی رو قلبشون حک بود ما هم شنیدیم منم دارم اینجا دمشون میزنم ولی راستی راستی با عقیده مینوشتند اگر شهید نشوی میمیری راه سومی شما سراغ دارید خوشا به سعادتت حاج قاسم عزیز خوشا به حالتون شهدا تو این انتخاب آدم باید انتخاب برتر رو انتخاب کنه به سمت خیر بره تو این دوراهی ها فقط تو این دوران اون مسیر برتر رو لبیک لب بگه و من امروز دیگه موضع و موقع صحبت کردن نیست روز آشوراست بیشتر باید عرض ادب کنیم باید بیقراری کنیم ازاداری کنیم برای اربابمون فقط یه جمله بگم یه معنی عام رو عرض کنم اگر بناس با عزت حسینی بمانیم و برویم و محشور بشیم این خانواده ای که مظهر عزتن امرو به امام زمانمون بگیم دیگه مثلا اینجا اومدیم برای چی پناهجویی برای چی میکنیم دستمون رو کنیم بگیم ای عزیز مصر وجود به ما اینجوری یوسف زهرا یاد دادن که بیایم در خونه شما سر سلامتی بگیم امرو به شما و بگیم یا ایوه عزیز یا حل عزیز مسنا و اهل زور خودمون خانوادهمون همه ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم امرو پناه آوردیم امضا بگیریم حسن عاقبتمون رو بخوایم اون رسیدن به مقصد رو یه نسخه است روایت داره هر روز خدای متعال خیلی روایت عجیبه از وجود نازنین امام سامن زامن حضرت رضا علیه السلام هر روز خدا با تک تک ابناع بشر صحبت میکنه حق تعالی یه پیام عمومی و یک صلای رسمی برای تک تک ابناع بشر داره خیلی چیزا ما رو صدا میکنه ها گوش شنوا میخواد روایات میگه شما که نمیدونید به ای ارزن تموت به چه نحف به چه شکل کی چه جوری ولی اونجایی که قرار درش دفن بشید قبور با اهلش صحبت میکنن انا دار القربه انا دار الوحشه قبر تکلم داره با صاحب خودش کجا قسمت بشه آدم خیلی صداها هست تو عالم تنین ها هست مشام جان و روح میخواد که انسان درک بکنه خدا هم هر روز یه سلا و صدای عمومی داره برای همه این روایته که فرمود خدا میفرمد آی اهل عالم انا رب بکم العزیز اصلا این سرمایهی که قرار ما تو مکتب امام حسین علیه السلام بهش برسیم همش دست خداست فلله العزت و جمیع همش برای خودش انا رب بکم العزیز فمن اراد عزت دارین چقدر قشنگ هر کی اراده کرده عزیز دنیا و آخرت باشه دو دنیا سربلند باشه یه راه داره فلیوت العزیز بیا تو لباس طاعت بیا تو لباس بندگی خدا کسی بندگی بکنه تا بنده میشه نزد پروردگار دنیا و آخرت میدرخشه نسخه همینه امام حسین اومد کربلا اینو بگه نجات از زلالت و جهالت رسیدن به مرز عزت چه کسی عزت کفا بی عزن ان اکون لک عبد امیر میگه من اگه عبد بشم بنده بشم هر چی تو بخوای او بشه من خودمو بزنم کنار عبد و معبود یعنی همین دیگه اگر اینجوری شد اون وقت من عزیز دنیا و آخرتم و این اون معنی حقیقی ابا عبدالله ریشه این عبودیت و بندگی امام حسینه چرا او بالاترین عزیز الوجود خداست دلیلش اینه که تو مرز بندگی امام حسین بی نظیر اومد بی نظیر اومد بله تو بعضی زوایا بخوایم به سنجیم ابتلاعات و بلیاد افزونه بمیرم برا دل با بودن کربلا مردم خواهر و برادر و سروران عزیزان بینندگان عزیز با بودن کربلا اول مظلوم عالم امیر المؤمنین بازم دلیلشو بگم الان خوندن رو براتون امام حسین علیه السلام فرمود من طاقت ندارم خطاب کردن فرمودن تا وقتی در جسم من روح هست به سمت حریم من پا نگذارید اول بیاید الیا الیا بیاید اول کار حسین رو تمام بکنید بعد خم حمله کنید اصر آشورا به سمت خیمه ها یعنی آقای ما ندید جسارت به ساحت حریم و ناموزش رو بله اما آقای ما امیر المؤمنین بود فرق اینه چرا تلخ تر قصه کربلا اهل غیرت اینجا نشستن فهمیدن من چی میخوام هر چه اتفاق افتاد بمیرم گوشواره بردن جسارت کردن خیمه ها رو غارت کردن اما امام حسین نبود که به حسب ظاهر آقای ما به شهادت به فوز عظیم رسید این اتفاق افتاد ولی فرق امیر که مولای ما ایستاده بود دور سرت بگردم یا اول حسن یا امیر المومنین جسارت کردن به حریمش این قم قم سختیه این غم غم سختیه کسی اهل معنای مطلبی رو گفت ریخ به هم تصرفی شده بود دیده بود محضر حضرت مشتبه علیه السلام آه, کدوم آقا کدوم غم براتون خیلی سنگینه میخوام بگم بعضی غما اینجوریه دیگه مثلا این امام حسین هم درش سهم ندار امام مشتبه فرموده بود خیلی من قصه میخورم کنار مادرم بودم اما بودن من باعث جسارت به مادرم شد چون مادر ما وقتی حرکت میکرد مدل حجاب و عفت و عظمتش طوری بود قابل شناختن نبود اینکه راه مادرم رو گرفتن منو شناختن جلو مادر ما رو گرفتن این بودن و التزام در کنار مادرم عذیتم من خیلی امام حسن یه سال با امام حسن فرق داشت اما شکسته شده بود قصه امام حسن مخصوص خودشه اما تو قصه کربلا و حیثیت کربلا صحبت اینه امام حسین هر چی بود آورد همه غم ها اومده غم ها اومد یه نفر ناظر شد شد کعبه الرضایا ببین چه خبر بوده کعبه رو دیدی از هر بابی از اطراف و اکناف و حاجی ها میان دیگه یه در خاص نداره مثل یه حسینی مثل یه مسجد از همه طرف میان سمت کعبه از هر طرف بلیات اومد تو صحنه کربلا یه ناظر داشت یه معاونت اجرایی داشت حضرت زینب شد کعبه و رضا یا انقدر مصائب افزون بود من یه تیکه دیدم زبدگان عزیزان امروز روز بیقراری دلیل ما داریم کتابی دارن مقتل الحسین علامه مقرم تو همون تلیعه کتاب تو محس آشورا وقتی میاد جلو یه جمله ای میگه میگه تو روز آشورا هیچ ملامت نکنید اگر کسی کار غیر معمول انجام داد من شخصیت اینجا میبینم نشسته وجودش رو غرق گل کرده بیقراری میکنه یه آدمی که همیشه وزینه همیشه عرض میکنم مدل رفتاریش و ملاحظه داره نگاهش نگاه دیپلماتیکه اما برای امام حسین بیدلی بیقراری اصلا سیه زدن سرخ زدن اینا خریداری میشه فرمود اگه کار غیر اقلایی دیدی دیدی کسی خودش رو لطمه زد اینا هیچ جای سوال نیست چون واقعه کربلا یا واقعی است بلاش رو تقسیم بکنی عالم زیر و رو میشه که شد از اومد مصیبت مصیبت و کف سماوات جمعی اهل سماوات سماوات و سماوات همه عالم و ریخ به هم اما الله اکبر از عظمت زینب کبرا دل اگر هست دل زینب کبرا باشد آفرین باد بر این همت مردانه دل آقای ما که دورش بگردم هستیشو گذش هستیش رو گذاشت اصلا جامعه کبیره میگیم عادت و کمول احسان سجیت و کمول کرم کرم خانه امام حسین امروز تو گودی قتلگاه عجیب بود برای هر کسی یه چیزی یه بیت شعر میخونم این یه بیت رو تحویل بگیرید هر کی تا الان عشق نریخته با این یه بیت بیقرار میشه گفت تنش این آقای ماست چه کرده تو عالم تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود <applause> تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر <applause> به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر نه فقط انگشتر نه فقط پیروهن آقای ما سر رو هم تقدیم کرد سر و پیکر و اهل و ایال و هر چی بوده امام حسین آورده میدون این فرق ماجرای ابی عبدالله الحسین فدات بشم و من به شما عرض میکنم شماها جا داره ما دخ کنیم جا داره بمیریم پرده کنار بره یه دونمون هم زنده بمونیم اما چه دلی خدا و زینب داده الله اکبر من از تحریر این غم ناتوانم که تفسیرک زده آتش به جانم عزیزم تو را طاقت نباشد از شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن وقت من تمام دلم میخواست بیشتر روزه بخونم اما بذارید همین زبان حال حضرت زینب سلام الله علیها رو براتون بگم بذارید حضرت زینب براتون روزه بخونه یه بار فقط قد و بالا شدیدن لحظه ای که تلیعه امروز علی اکبر زمین خود دیگه کسی زینب ندیده بود اما اینجا دیگه انقدر امه سادات بیقرار شد خودشون نقل میکنن یه خانومی با قد و بالای بلند دیدیم داره میده و سمت قتلگاه دست رو سر گذاشته و محمدا و علیا و همزتا و حسینا چه خبر قدیمی ها میخوندن با این بیقراری میکردن او میدوید و من میدویدم او سوی مقتل من سوی قاتل یا صاحب از زمان تو دلها تصرف کن او می نشست و من می نشستم الحسن او روی سینه من در مقابل لقد ارتقیتم تبیر امام حسین برا دل زینب میگفت شمر من حرفی ندارم اما لقد ارتقیت هم ارتقن عظیم و رفتی بالا نشستی رو سینه حسین جای تو نیست زینب داره میبینه ایسه صحنه رو او میکشید و من میکشیدم روز آشوراز او از کمر تیق من نال از دل نمیتونم این بیتش رو حتی روز آشورا هم نباید بخونیم وا وای حسین وای حسین قریب آقا قریب آقا قریب آقا یه لحظه زینب کبرا دید عالم دگرگون شد زین العابدین میگه دیدم همه ی عوالم داره به هم میریزه چه خبر شده یا صاحب از زمان یه وقت دیدن شمر دون با رأس بریده از قتلگاه بیرون شد (ألا لأنة الله إلا القوم الظالمين وسيعلم الذين زلبوا أيام قَلِبًا